مرکز شهاب دو؟ شهاب دو موقعیت انبار منتفیه، خودتون رو به موقعیت کریم خان بیشون. فهم دریافت شد. بله. نه تویی؟ دارم اناره رو دون میکنم.
مگه قرار نبود قرمه سبزی بار بذاریم؟ منتظر سبزی تازه. باغون با بیل و کلنگاش وایستاده چهارچشمی. سبزی تازه اگه بمونه میگنده. صبح میرم سر وقتش. دزده میره خونه ملا نصرالدین دزدی. چاقو رو میذاره زیر گلوی ملا و میگه حالا بگو پولا کجاست؟ ملا میگه من که نمیگم پولا تو کموده که. راست میگین. این جو که من اصلا به اندازه کار شما خنده دار نم. آخه قربان ما چیکار میتونیم بکنیم؟ ما با یه دسته زبل طرفیم که دسته؟ مثل این که زیادی فیلم و تلویزیون نگاه میکنی آقا ناصر. اینجا دسته یعنی یه نفر، یه نفرم یعنی همه. یه دیو زبل پیدا شده که هر دفعه شما رو با چند تا سیب سرخ از خونه میکشونه بیرون، این حسن کچل شما رو گول میزنه، بعدش هم خودش دختر شاه پریونو میدزده. ببخشید قربان، یکیشون دستگیر شده، زخمی شده، بردنش بیمارستان. میتونم به کسی نگم زخمی شدن اون یارو کار یه مأمور گشته که حالا سه تا بچه‌هاش یتیم شدن. میام کار گروه ماست. نه اون مأموره. هواتونو دارم. این یارو اسمش چی بود؟ مأموره رو میگم قربان. نه این یارو زخمیه. ها فکر کنم میر محمد بود. بله. میر محمد حسن جان فرزند غلام، متولد 1332، صادره از قوچان، سابقه دارم هست. سه بار ازدواج کرده، سه بار طلاق گرفته، سه بار زندان رفته، سه بارم قتل کرده. پس با این حساب سه بارم اعدام روشه. ببخشید. من شما رو میبخشم، اما به یه شرط که نذارید دوستاش تکونش بدن. سکوت علامت رضاست دیگه آقا رضا. بفرم. سلام رئیس. همه چیز امن و امانه ها. مریضمون رو لبه تیز مردم. آقا ناصرم که طبق معمول خونه خوابن، ما یه نفس بیدار. من باید شیفتم و الان تحویل بدم، تازه کارم به خدا دعوام میکنم. اینجا بخش مراقبت ویژه است. بفرم میخوام. نمیشه خانم بفرم. من چی کار کنم؟ بفرم بفرم. آخه به من گفتم بیام اینجا، همین اول بفهم. کاری بیرونم میکنم به خدا. هی بریم بریم. باشه میفرماییم. یلدا یلدا عجب تصادفی. یکی میگفت تصادف رهبر جهانه. آره تصادف. خب بذار بیان کروکی بکشن تا افسر رو بفهمم مقصر کیه. خودت که پلیسی، مثل اون دفعه برگه جریمه همو صادر کن. مجرم وظیفه شناسی شدی تو.
اومدم اینو بذارم تو رو ببرم. کارم تمومه، خلاصم. راستی مادر چطوره؟ خوبه. از رقیب سابق من چه خبر؟ اونم خوبه. پس هنوزم شانسی ندارم. بعد شانسیت اینه که امروز منو دیدی. البته اگه تا شب زنده موندی این حرفو بزن. پس با اسرائیلم رو هم ریختی؟ تاش جز اینه؟ بخش. سمت تو مسلح موازه باشم. Thank you.
جان جانان کوچه هفتم. آها بیرم بیا. حواست کجا بود؟ تلفن ضروری بود خورد. همین زندگی شده موبایل. آی مخابرات. شما هم که داشتیم با اون آشناتون حرف می‌زدید. بالاخره من این اسباب واسه می‌زنم خوردش می‌کنم. سرنگ. بله رئیس. ملا نصرالدین حیرون کار شماست که چطوری زدین رو دستش؟ خب اگه بخوای من برمیگردم سر جا. برگردی؟ آره والا. مال بعد بیخ ریش دایره مواد مخدر. نه بابا از پس طرفدارات بر نمیان. یه بار دیگه خلا بنداز شاید شد. کشف رئیس. کشف. چی کار داریم بنده خدا رو؟ بابا ولش کن. فکرشو بکن. اگه تو جای اون بودی و این بلا رو سر من می آوردن الان چه حالی داشتی ها؟ فکر میکنم خرم و حلوا پخش میکردن. اصلا. باسه روی شما میگم حاج خانم. بابا بس دیگه سرم رفت بس دیگه. صدا داره قطع بس میشه. آره خوبه عالی. یعنی قرار نبود که شهر رو به هم بریزی. زنبور سمیج و سیریشی بود. خوب کاری کردی تموش کردی. دلم براش سو. پس نمیری جهنم؟ آره ولی خیلی مرد. سهمشو برسون به مادرش. چشمم فضولی نباشه. مگه انارا رو فروختیم؟ نه همه زوده. باید بذاریم مایتا بیر سخت شد بگرم و میچسبم تردیگ و تعمیرم. چی داریم میپذیم؟ به هن همه بفتم. تو که داری شکمت پر میشه که دستپختش شما یه چیز دیگه است. برات میفرستم با پیک. دمتون گرم. یه دونم بفرستی خونه سربا. میفرستم. اون چه جور دوستیه که یه بار دعوتت نمیکنه به خونهش؟ فضول رو بردن جهنم. جان جانان پرسیدن اسمت چیه. چی گفت؟ گفت ساقی جان جانان. بله. گفتم قدمم بده. خوبه تو به یه چیزی مؤمن شدی. خودت خوب میدونی من یکی همیشه بهت مؤمن بودم. شوهرت تا اونجایی که من خبر دارم اوضاعش بد نبود. مگه اینکه تو ورشکستش کرده باشی. خوبه بالاخره یه خاصیت تو من کشف کردی. خوبه بالاخره یه چیزی فهمیدی. فکر میکنم منم یه خورده بزرگ شدم. خوبه من که دارم هی کوچیک میشم. اینو اونایی که خیلی بزرگم میفهمن. تو قبلا شاعر نبودی؟ نه اما امروز یه دوستی رو دیدم که بهم یادآوری کرد پاییزم میتونه خیلی قشنگ باشه. خوبه دیگه؟ دیگه؟ دیگه هیچی. به مادر سلام برسون. تو هم.
آخه آدم دایش رو دستگیر نمی کنه که. چرا اگه دایی آدم بیمعفت باشه دستگیر که. چی شده؟ وای تو که بچه منو کشتی که. میگه خب وقتی اون دوزارو رو نمیکشه من باید بکشمش دیگه. منم یواشه که لپه تو رو میکشم. دایی خسته است. بود دوباره خستگی شده هم کن. باشی خستگی شده هم کن. سلام رئیس. ناصرم. آه ناصر چه خبر؟ هنوز نه. برم تو؟ نه 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 بذار تردلو میاد. اون که همش سرش تو موبایل و مسیجه. آره یه خورده مشکوک میزنه. اب بابا همش جوکوازیه. بل مطله دیگه. تنهایی میتونم از پس یه پیرزن بر بیام. آخه تو مطمئنی که تو اون خونه کسی کمی نشسته؟ اطاعت رئیس. رئیس؟ انگار یکی اومده در این خونه رو بزن. قضا آورده. آشه یه چیزی بخور که وسوسه نشی خودتو بفروشی. زنم مثل اینکه منتظره. نه ترس اونم یاد میگیره که زیاد منتظرت نمونه. دعای خیر کنیم واسه ما. یه حرفا چیه؟ نه ایشالله که اینطوری نیست. حواست پرت نشه. چشم رئیس. فعلا. سلام ننی میر محمد. سلامت باشی. منتظر شدم نیومدین. دیگه مجبور شدم با بچه بزنم بیرون. براتون آش آوردم. دست شما درد نکنه. این بسترم میر محمد داده. نگران نباش. حالش خوبه. خداحافظ. میگم اگه ننه میر محمد زبونش باشه و درد دل کنه چی؟ اونم یه زنه ها. خب مادر رو کمتر این کارو میکنن. باز خاطر همین عاطفه و عشقش میگم که او پمپاژ نکنه و بگه. آره ولی وقتی بفهمه پلیس ها بچهشو کشتن دندوناش کلید میشه. اینم حرفی. عزیزم همین چند دقیقه پیش با جناب‌عالی قربونت برم. شهزاده جان راست بازی جواهر فروش رو زدن؟ ده مادر بزرگ رو دیجا خودش میجا و ته قربونت برم. یه اینقدر دایی رد زدن پس برای همین بود هرچی زنگ زدن گوشی رو بر نداشتی پس برم. ببخشید کار دیگه ای بلد نیستم. صد دفعه بهت گفتم یه کف گرده محکم بزن تو پیشونی دزده بیهوشه بیفته زمین دستگیرش کن ببری زندان. عزیز جان ولش کنید بزنید شانشو بخوره. بخور 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 پسرم بخور اون اون گوشی بده من اون گوشی بده من ولش عزیز. بله الو ما بگو اردلان. دارم میرم سمت ناصر. خب برین تو خونه سرگوش آب بدین بعدم ماجرا رو به من بگین. راستی این ناصر هم زودتر بفرست بره پیش زن و بچه‌ش سوالش بنده. ناصر همین حالاش هم میتونه بره به زن و بچه‌ش برسه. تو بهتره سرت به کار خودت باشه. اطاعت قربان. سلام ننه. سلام. میتونی بیایم تو؟ Thank you.
میبینی چجوری تو دل آدم میشینه؟ آخرش این عشق گلوله تو رو میکشه. من عشق اینه بازی بچگیه، تیله رو میداختیم تو چاله، گلوله رو میدیم تو دل بکلوهش. ولش، اون گلوله ای که از تن اون مأمور بیچاره در آوردی مشخصاتش چیه؟ اون گلوله 38 میلیمتری بوده، از اصل روبل بلم شلیک شد. میگم واسه چی هنوز انارا رو آب نکرده میخوایم بریم سر یه بازی دیگه؟ هم حواس گربه ها رو پرت کنیم، هم امن و امان بشه واسه فروش انارا. چی شد بالاخره؟ ماشین پسندین شما؟ چپ کرده؟ چی ماشین؟ نشا ها پدرام اهل سازه، با سواد، کتاب متاب خون، کامپیوتر، دیجیتال. از زیاد نمیشه بهش اطمینان کرد. تیغ‌کش قهار، خوب، بد، زشت. هفتیرم تو دستش اسباب بازی. آدم تصادفی به درد من نمیخوره، هم تو اگه رفیق تو باشه. یه ماه دارم روش کار میکنم دیگه، آخرش زیاری رفاقتت خرج نکن. منم جونم رو دوست دارم، خاطر شما رو نخوام، خاطر خودم رو که میخوام. بچه پول داره، البته بود، عشق عاشقی این ریختیش کرد، داشته و نداشتش و ریخته پای دختر لعنتی، اونم غالش گذاشته و در رفت. این بی‌معرفتی این شکلیش کرد، ولی خودش بچه ما معرفتی. تمام مالخرهای ریزا درشت رو سینجین کردیم، هیچ خرید و فروشی تو این چند روز انجام نشده، اما همشون منتظرن سرقتی تازه برسه. فکر نمی کنم اونا به این زودی دستشون رو بکنن. سلام. به به، شغل جدید مبارک، بلا میسه. اینجوری بهترم هست، نه دردسر دزدر داری نه دلشوره. اتفاقا اسباب بازی فروشی خیلی هم بهت میاد، به جان تو. اینا چیه؟ خب مجبور شدم به خاطر حرف زدن با فروشنده اینا رو بخرم دیگه. یادت باشه اداره برای این چیزا پولی بهت نمیده. عیبی نداره آقا، خودش میبره تو این میدون بغلی میفروشه. نه بابام دست فروش بود، نه کسه کارم. اردولا من که چیزی نگفتم، شوخی کرده. اردلان میبرم واسه بچه هم که دوست دارن. اما تو چی آقای مخابرات که خودتی و خودتی و گوشی موبایلت؟ هیچ. چی میخوای قاطی این کارشی؟ ملال. یعنی از پول بدت میاد؟ از ملال بیشتر بدم میاد. پلیس شدن واسه رفع ملال بد نیست. از قاعده و قانونش خوشم نمیاد. این کارم زیاد بی قاعده و قانون نیست. قبولش دارم. بله؟ نه، این روزا انارچینی نداشتم. فعلا تو کار گاز دارم، یه سیب گندم. حتما اگه خبری از انارا بشه بهت میگم. سلام.
سلام. سلام. تو نباید به من بگی یلدا رو دیدی پسر جا. پیش نیومد مادر. شما که اوضاع کار منو بهتر میدونی. نمیشه ازش توقع داشت. سرش خیلی شلوغه. همیشه همینطوره. نه روز داره نه شب. شانس آوردی زنش نشدی. وگرنه طلاق رو شاخت بود. اینا چیه خریدی؟ وقت عروسک بازی کردنته؟ نه خریدم. اینا رو بردم بدیم به نوه‌تون. این که به درد دختر یلدا میخوره. بیا بده بده. ممنون. یلدا جون شرمندمون کرده. این آینه خانچونه. ساخت و ساز خودشه. ماشاءالله هم خانومه هم هنرمند. تحفه است. قابل شما رو نداره. من برم آشپزخونه به قضام یه سر بزنم چه وقت ته نگیره. بیام کمکتون. نه ممکنه دستت بسوزه. پس هنوزم کسی رو تو آشپزخونتون راه نمیدین درسته؟ اگه تو هم مثل من یه دختر و پسر شلخته مثل اینا داشتی هیچ که راه نمیدادی. از خودتون پذیرایی کنی. بلدی که فقط زنگ زدم به مادر که حالشو بپرسم. نمیدونستم اون اتفاق برای منصور افتاده. دونستنش هم زیاد فرقی نمیکنه. چرا اون؟ نمیدونم. کسی که این کار کرده رو پیدا کردی؟ یه قاچاقچی بود که تو درگیری‌های چند ماه بعد کشته شد. دل ما خونه. خونترش نکن. دل بده به مصلحت. قسمت اون این بود و قسمت ما این. بیا بخور دیگه. همینو داشتم به یلدا میگفتم. کی فکر میکرد که ماها با هم نباشیم. ولی خب نشد. حالا هم که اون رونده شده از زندگی شده. اون زندگی شده رو مادر. چی داری میگی؟ اون طلاق گرفته با یه بچه مونده تنها با این خرت و پرتایی که درست میکنه زندگیشو میچرخونه. الو 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 ها ناسه داد. خب کجا؟ اصغر معروف به لالی. لالی باباشو جلو چشاش کشتن زبونش قفل کرد. زن و بچه‌ش هم تو دسترس نیستن. باش حبس کشیدن دیدم چه جنسیه. دو
دوربر رزاقی نگه بکنه. ولی با اون کاغذ خوره نیست. باید مطمئن بشیم. واس همین هر چی زنگ میزنیم جواب نمیدی؟ از دست طلبکارا در میرم. دلم ریش ریش شد برات مثل این کاغذا. ما مثل این کاغذا خمه شدی. خط خوردگی نداری. سفیدیم و میخوایم مشق تازه بنویسیم. اتفاقا ما هم برای همین اومدیم اینجا تا بفهمیم دیکته جدید کار کیه. کدوم دیکته؟ محموله جدید. محموله جدید یا معامله تیر و ترقه کی یا کجا بوده؟ من که گفتم خیلی وقت نیستم. یادت باشه من بودم که نذاشتم بسوزی. سوختتم آقا رئیس. مخلصتم. بنویس. بودو لالی پیش چطوره؟ 10% رفته روش. دندونمون شمردن. نه آقا به شما ارادت داره. پس دارن اسباب بازیاشون رو جمع میکنن. لابد نفهمیدین کیا. نخیر قربان، ما فقط میدونیم یه بار از مرز عراق وارد ایران شده و تالارسته به تهران. حدودش رو نفهمیدین؟ ما به اکثر بانک‌های مهم متصلیم با زنگ‌های حساس و بی‌صدا. از کجا معلوم که به یه بانک دستبرد بزنن و نه به یه جای دیگه؟ شاید نمیتونن جواهر رو تاب کنن، ولی حتما به پول نقد احتیاج داره. اینم حرفیه. ولی آخه این دونستن به چه کارمون میاد آخه؟ آره باید یه اتفاق دیگه بیفته و ما از راه برسیم و بگیم کی بود کی نبود. Kiki.
این پولیا مال منه کن، مال شرکتم، امانتم. بگو گربه ها بردن. بیرونم میکنم، زن بچه هم گسنه میمونم. تو معلوم همیشه گشنه. نه، می دکو داشته من، ورشکست بیه من، بیچاره بیه من، اخراجم بکنن. اخراجت کنن بهتر یا دیپورتت کنن واسه اسرائیل؟ بکوش، بکوش و راحتم کن، تو بکوش. اه؟ تو میخوای از دست زن و بچت خلاص چی؟ من جورشو بکشم برم جهنم؟ مالیدی قایمشون کن، دستاتو بذارو سرت. خیلی خوب فهمیدم، خورمالوه، پولیسو دارم میزن اینجا. از این راویو جان جانان، آماده باش، دست رو سر. یکی از اونا زنگ زد به موبایلشون، اونا فهمیدن که شما میخواییم بیاییم. من یقین دارم که یکی از کارمنداشون با اوناست. قربان، اصلا درست نیست. پس کی دوربینا رو قطع کرده؟ والا نمیدونم. همه کارمنده سر کار بودن؟ فقط آقای ظاهری سرما خورده بودن، یک ساعت پیش مرخصی گرفتن رفتن استراحت کنن، بقیه کارمندا هستن. قربان، سابقه همه کارمندا رو در بیاریم. بله. خب، رک و راست به من بگو ببینم کیان کجان؟
ببین فکر نکن چون زبون نداری میذارم از اینجا قصر در بری. ببین مردک، من اصلا حال و حوصله شوخی ندارم، فهمیدی؟ اصلا هم برام مهم نیست این گوله رو تو مغز تو و همسال تو شلیک کنم، فهمیدی؟ اعتراف کرد که اونا رو با نقاب دیده. نقاب؟ اون از سیگار بدش میاد. یه خورده عجیب نیست از یه آدم خلافکار؟ خیلی هم عجیب نیست. فکر میکنم یکی دوتا از این خلافکارهای با اخلاق رو میشناسن، علل خصوص یکیشونو که هیچ وقت یادم نمیره. یه نخ سیگار جا میذاشت به نشونه خودش، البته اگه خودش باشه. خب تحقیق میکنیم، ولی بهتره شما تندی برین دنبال میوه و میوه فروش و میوه خل. سرتون میشنم خورمنو، بگو. این که بسته هست، خونش کجاست؟ دو تا کوچه اون برتر. برو دنبال زودم برگرد. چش بیا پایین. چش نیست. چه میگه گروه ها دارن نزدیک میشه، بهتره یه لونه دیگه پیدا کنیم. سلام جان جانم. یاشا زخمیت که عمیق نیست. داری احساسات خرج میکنی، منم اهلش نیستم. میدونم تو خیلی مردی. قرارم که یادت نرفته. آره جونم، هرچی کمتر بدونم بهتره. آفرین. من باید برم این حساب بکنم. نگران نباش جان جان.
رئیس انگار فهمیده زده بچک. اگه این موش کثافت دستم نیفته. بله؟ خب کجایی تو؟ الان میام. با ترمه از خرید اومدم دیدم همه جور به هم ریختن رفتم. چیزی هم بردن؟ نه. نه لطفا به اون دست نزن، اجازه بده بچه های تجسس میان. ببین اگه میگی چیزی نبردن پس حتما میخوان اذیتت کنن. آخه من که با کسی کاری ندارم. مطمئنی؟ نه من از هیچی مطمئن نیستم. آره دیگه، مثل ماجرای شوهرت که میگفتی از ایران رفته. من چه میدونم اون کجاست؟ اون که یه جا بند نمیشه. بند نمیشه؟ منم یه دختری رو میشناسم که یه جا بند نمیشه، همیشه میگه آسمون و زمین و اینا میگرده. منم حالا نمیخواد بعد من زخم زبون بزنی. اصلا من نمیدونم چرا قاطی این همه آدم به تو یکی من زنگ زدم. آخه اینجور مواقع آدم زنگ میزنه به پلیس، هرچند از شغل اون آقا پلیس خوشش نیاد. هنوزم کارتو دوست ندارم، هنوزم بدم میاد. پس لطف ما از این به بعد دیگه زنگ نزن به 110. باشه دیگه بهتون زنگ نمیزنم، دیگه سر راهتون سبز نمیشم، دیگه مزاحمتون نمیشم، میذارم با زن مردتون سر کنید جناب شمیرانی، چون میدونم جناب علی عاشق مرده هایی. خوبه که همینطوری آهنگ موندی رو هوا. تو همیشه یه طرف ماجرا رو میبینی، تو هم فقط صورتت آروم و ساده است. دوبار ازدواج ناموفق، خدا میدونه چقدر سفر، چقدر آدم ویلون میونه اینجا و هر جا. معلومه توی مدت خیلی به این فکر میکرد. آره به خاطر همینه که تنهایی رو ترجیح میدم. ساعت 4 بار نواخت و اینک من زنی تنها نیستم. به بقیه هم همینو میگفتی؟ مرگ منصوره اینقدر تلخ و چرکت کرده؟ نه اینکه تو خیلی شیرینی و پاک. ببخش ای باران ببخش، و تو همیشه میباری و ما شسته نمیشویم. مهمون نمیخواه؟ شرفا چه مهمون هایی؟ بازم مزاهم شدیم. آدم که مزاهم کسر میشه. بیا تو بیا ببینم دختر خانوم خوشگلم. بیا تو. الو خانوم عزیز، گوشی دستتون اومد؟ این یه چشمش بود. شما کی هستی؟ چی از جون من میخواه؟ خودتونو به خریت نزنی. اون کجا؟ من هیچی نمیدونم، من نمیدونم اون مردی که کجاست. ببینی من دارم به زبون خوش ازتون میپرسم. شما هیچ غلطی نمیتونی بکنی.
اگه جای اون شوهر آشغال و دو در کارتون رو نشونمون ندین، این دفعه دیگه خونتون رو به هم نمیریزیم. یلدا خانم شما کی هستین؟ شوهر تیم وسط تو بازی اینا چیکار هست؟ کاش الان اینجا بود تا میدادمش دست لاشخار و همپلکیاش که دیگه پارش کنن. خب اونا چرا فکر میکنن تو میدونی؟ نمیدونم. فلکم نگران توی تون دنیا میخواست بگه مواظب خودتو سایت باش، تعبیرش همینه. مادر یلدا یه چند روزی مهمونتونه. قدمش رو چشم پیداست خیلی گرفتاره. دیشب تا قرص نخورد نتونست بخواد، باز درد سر شروع شد. حواست باشه اگه به فکر من نیستی، به فکر اون منصوره باش که تو اون دنیا چشش همش به توه. بله سلام، کجا؟ موش موشک اون داره آنتن میده. چه صفحه‌ای هم پشت ما گذاشتن. فکر کنم پای آقای زهری در میان باشه. برام عجیبه، من بیشترین سرویسم به اون داده بودم، بی‌معرفت پای رفاقتش هم وای نسته. حالا کجاست؟ خونش لا بود، اردلان رفته سراغش. کاش خودت رفته بودی. آقا زهری لا رفت، پس بهش بگیم خودشو گم و گور کنه یا گم و گورش کنه. اوکی دوکی، از همین الان گم و گور شده فرضش کنه. به کارتون رسید. میوه فروشی امیر؟ بله. انارا؟ بله، شست و رفته آمده است. قیمتش؟ خب یه چیز کمیابه، خود اون مرغ باعث. بله که میتونیم ببینیش، خبرتون میکنم. رئیس زن زهری میگفت پیش از رسیدن ما زهری رو خبر کردن، اونم فرار کرده. ردشو بگیرید، اون حرفه‌ای این کار نیست. بسیج کنید تا از تهرون در نرفته خفتشو بگیره. بهتر خود مرخصی. اون کیه راپورت ما رو میگه؟ تو خودمون حتما میدونی که؟ اجازه بدید مطمئن بشم. از دشمنای سیگاریمون چه خبر؟ یکیشون مرده، یعنی سکته کرده، اسمش حسن پاکیزه بود. خب این خمارلو چی؟ اونم ردش رو تو دبی زدن، چون وقتی که سر و کله‌ش این مرا آفتابی نشده.
پس باید بریم سراغ سومی. بله. امیر سیا آدم تیز و پیچیده ایه. از 13 سالگی زده به کار خلاف. بابا ننه درستی هم نداره. یعنی انگار ننش باباشو گذاشته رفته. باباش عملی بوده. اون از مواد خوشش نمیاد. عین دون کورلونه. اما دزدیاش بد جوری ما رو زله کرده بود. آخرش زنه لش داد تا تونستیم بساطش رو به هم بریزیم. کدوم زنه؟ زن سابق امیر. خب چجوری میشه الان این زنه رو پیداش کرد؟ نمیشه. آخه امیر اونو کشته. چون اونم فکر میکنه زن خوب زن مرده است. امیر خان ردتو زدن؟ آره همه چیمون ریخ به هم. بگیری میکنی قربان؟ کرزم مواظب مهمونت باش، خوب ازش پذیرایی کن. خبرها چقدر زود میرسه قربان؟ چون زنت مرده نمیشه بهت خورده گرفت. ولی یادت باشه وقتی زن نداری فقط زن نداری، وقتی زن داری فقط زن داری. سقراط. بله. باشه مشکلی نیست. رابطه ما و زهریه. زهری سهمشو میخواد. خب برسون بهش. قربان رد زهری رو زدن. کجاست؟ سمت شهریار. نیروهای اونجا رو بفرستنش. چشم بود. ناصر جانم اردلان کجاست؟ نمیدونم قربان، یه چند روزی واسه خودش میاد واسه خودش میره. فکر میکنم داره در حق ما نارفیقی میکنه. چطور؟ اون قدم خیلی نیستی که نفهمی. نباید قضاوت بد کرد. ببین اگه چیزی میدونی و نگی. قربان خب هر کسی میتونه خطا بکنه، چون آدمیم دیگه. از خطایی کرده. ممکنه منم کرده باشه. دو پهلو جواب نده ناصر. من چیزی ندیدم. چشم چی شد؟ خط قاطی کرده. سعی کن درستش کنی. آره هنوز سورا هم نزدیک سوژن. باشه بذار ناصر بره.
ولی من نزدیک سوژم. نه خودت بیا، باهات کار دارم. اطاعت قربان. اه اه گوش کن یشور، نباز زهری رو دست بدیم، سعی کن یه جوری از چنگ گربه ها درش بریم. میفهمی که چی میگه؟ ببخشید قربان. چی شده؟ بازم لو رفتیم. انگار میدونستن که ما میخوام زهری رو دستگیر کنم، ناغافل ریختن رو سر منو بردنش. منم اینجوری نگفتم رئیس. اردلان کجاست؟ نمیدونم قربان. شعب یک، شعب یک، مرکز شعب دو. اردلان کجایی؟ نزدیک سوژم. سود بیای داره باد کار دار. فهم دریافت شد. میسیمش رو مثل که خاموش کرده یا یه جایی که آنتن نمیده. به هر حال صداشو دیگه نمیشه داشت. امیر خان کجاست؟ رفت دیگه. سلام جان جانم. نه اشتباه نگرفتی، دست درست اومدم. ساری کارشو کرده، سوژه آماده تحویل. کجا بودی؟ یه مدتی آنتن نمیدادی؟ در حوالی شما بودم ولی کورم کرده بودم. کیا؟ من ترسیده بودم دیگه، ترسیدم همون بلایی که سر رئیس آوردن سر منم بیارن. آخه اونا منو تهدید کرده بودن، گفتن که بچهاتو میکشیم. آخه من چیکار میدونستم بکنم؟ میترسیدم، تازه من کاری نکردم که. رابطت کیه؟ فقط یه اسم و یه شماره است. پاش تماس بگیر جناب سرهنگ. آقا کارتو بکن، بعدم میدم دست کسایی که میدونن با چی کار کنن. بله مادر جان. چی؟ سلام. سلام. ببخشید مزاحمتون شدم، من از دوستای یلدا جون هستم، اومدم ببینمشون. هستم؟ بله بفرمایید تو. نه دیگه مزاحمتون نمیشم، بگین بیان دم در. باشه. صدا در میاد. بردن، میخواستن منم ببرم، اومدم یه کفگرگی بذارم تو پیشونیش بیفته زمین بیهوش بشه. یه هفتیر در آورد، دعا
دنیا به آخر رسیده مادر. زنا اسلحه دستشون میگیرن. عزیز جان خوب شد این بچه کرمه اون خونه همسایه بود وگرنه اونو اینا همه رو میبردنشون. عزیز جان بخور. نه تو بخور یه قلو بخور هول کردی مادر. جونه مادر بخور هول کردی. عزیز فشارت میوم. من از پسش بر میامدن. دوست سلام من جوان تر بود. حیف که اسلحه داشت. عزیز جان بی حاشیه یلدا خانوم پیش ماست. بله من دورت بگردم. بخور لالی رو میدی؟ یلدا میگی از کجا بدونم؟ مگه مادر جونت بهت راپورت نداده؟ باید مطمئن بشم. بفرما مطمئن شو. گفتم که بد قدمم همیشه باعث درد سرم. با این حال چنگ گرگا درت میارم. فکر نمی کنم اونقدر بیارزم که بخوای خودتو خرجم کنی. هنوزم پاییز میتونه قشنگ باشه. ترم خوبه. آره خوبه. داره بازیشون کنه تا خودشو پیدا کنه. تو هم این کارو کن. تو چی؟ فعلا میخوام تو رو پیدا کنم. مکالمه بیشتر از 2 دقیقه ممنون. بهت زنگ میزنم آقا پلیسه. باشین یلدا خانم. فکر نمی کردم این پلیس جوان ما اینقدر دلش واسه این عروسک ما بلرزه. آره ولی اون هنوز برگ و پاییز دلشو می لرزونه مگه نه؟ یه آدم برفی مثل تو چه می دونه 4 فصل یعنی چی؟ چه؟ انگاری گره از گودت شکفته میشه که عاشق سابقیت خودش و این همه خرجه دارد. همین یه نیتش به مردم میارزه. خوب بازی کرد؟ آره خوده. امیر خان اوضاع یه خورده بیریخته. ریختن دارن بر بچه ها رو میگیرن. پس این رابطه تو میمونه اون پلیس چه غلطی داره میکنه؟ اون داره کارشو میکنه. مطمئنی؟ گافی ندادن. امشب قرار انارا رو بفروشیم بعدش میریم. فقط مونده یه کار کوچیک. رئیس ولی چرا باید خودمونو واسه لالی خرج کنیم؟ اون یه مهره سوخته است. واسه کی سوخته؟ ها؟ شوهر سابقه یلدا تو کار خلافه. یعنی تو کار مواد بوده و با امیر در افتاده. حالا امیر داره تلافیشو سر یلدا در میاره. اون داره با تو بازی میکنه رئیس. من که باهاش سابقه ای ندارم. اون زخمی شماست رئیس. آره با خراب کردن تو میخواد منو بزنه. برای همین میگم که حواست باشه که با این بازی تازه یلدا خانم رو میگم ما رو دور نزنه. یلدا این در اون در میزنه ولی با اونا نیست. خیلی مطمئن نباش. اگه مادر نشده بود شاید. بیا تو. ببخشید قربان رد طرف معامله با امیر رو پیدا کردم. نفهمیدن که تو دیگه با ما نیستی؟ ناصر کارش درسته رئیس. اسمس یلداست. آدرس گرگا رو داده. تو با سهمت بخوای چی کار کنی؟ من و ساقی به هم سازیم. چرا ساقی؟ چرا نه؟ هیچی. حساب سن و سالشو میکنی مثل همه؟ نه خیلی. اون سینه سوخته است. قدر سینه سوخته رو میدونه. جون بخوری زدمت.
بیا باش صحبت کن. الو جانه جانم. اشتباه. این شماره رو پیگیری کنی. کی بود؟ اشتباه گرفته. خودتی. نمیشه کسی اشتباه بگیره؟ امیر کجاست؟ امیر کیه؟ ببین شاید ما خیلی چیزا رو ندونیم خب؟ ولی میدونیم امیر کیه، تو چی کاره یا اون جنازه، حالی چود؟ پس چرا مزاحم من میشی؟ پس میگه دیگه با من چی کار داری؟ من کارم باید تموم شده. نه ته بازی مونده. ولی قرار ما این نبود. من نه اون جوون هفتی رو دست احساساتی هم، نه شوهر دو در واسط که یه چیزاییتون بجوشه. باید باشی تا آخرش. خودت میدونی که چقدر باورت دارم. بله؟ ببخشید اشتباه شده، بد جوری هم اشتباه شده. منم و چند تا گربه ناخونده و یه گیتار سرخ شده. خیلی خانم گوشه رو بده بهم اومد. باشه. شب طولانی بود. یلدا غیر از من و شما و پدرام سابق کسی اینجا رو بلده؟ ای عروسک باز. خوب گوشه رو باز کن ببین چی میگه. اگه یلدا رو میخوای یاشا رو تحویل میدی، وگرنه نه اون نه خودت. تو مخت رفت؟ قرارمون تا دو ساعت دیگه، بهت زنگ میزنم. رد این شماره رو بگیرید. فی 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 حیف که جونت گروه یه جونه یاشد. این لطفه در حقم بکن پسر میوه فروش. میوه فروش؟ خودت چی؟ ها؟ من میوه‌های کرمو رو میفروشم. ولی میوه‌های تر و تازه و خوشبو و رنگم میفروشی؟ یعنی میفروختی؟ خیلی دوست دارم اونجا باشم وقتی که میفهمه چطوری رفتی توی خونش و موش انداختی توی بیسیمش. نباید به حرفت خاطیم بازی میشد. خودت خواستی مگه نه؟ میخواستی یه دفعه یه دیگه بری توی زندگی اون بابا، ولی اون همیشه داره تو سوزونه. اون لیاقتشو داره. تو چی؟ اگه بلایی سر یاشار بیاد، نه تو نه ترمه و هیچ کسی دیگه. بله قرارم نوست شد توی میدون همین که گفتن. سوژه میاییم سمت قرارگاه. بهتره بیای سر قرار. رئیس میشه این دوتا موضوع رو با هم قاطی نکنیم؟ بیا. اگه به خاطر این میوه گندیده‌ای که دست ماست یه خط به یلدا بیفته. مگه ما خواستیم که یلدا خانم بیاد تو این بازی؟ بیا سر قرار. چشم رئیس، اطاعت.
میگم رئیس، انصافا من قابل قیاس با این زن نیستم. یعنی گندتو ببند. گند و گو باشم که نیستم، یلدا خانومم نیستم. میدونی تو برای چی الان اینجایی؟ خیلی کیفور نشو، اون به تو هم برگ زده. میدونم هر چی داری میسوزی. اگه بدونی واسه چی اومد سر رات نقل و نپد پاشید تا خرد کنه، مواظب حرف زدنت باش. باشه، نمیگم چجوری موش موشک گذاشت تو بیسیمه. دهنه گندتو میبندی یا نه؟ بلدی تیر در کنی؟ تو لیاقت یه تیرم نداشتی، وگرنه الان پیش رفیقت خوابیده بودی کف قبرستون. تا یلدا خانوم هست غمی نیست، ناجی من و توه. حال رئیست خیلی بده، عاطفش بد جوری زخمی شده. به خودت نناس، حالا میبینم چطوری زرد میکنی. امیرخان کارش درسته، اومده وسط جهنم منو ببره بهشت. نه خیر، اومده انارا رو آب کنه به خریدار. منم حالا حالتو میخرم. ببین انا را دارم گند میزنم. کجایی؟ یادت باشه زیاد نمیتونم معطلت بمونم. خلاص Thank you.